بر شما جمعه 16 همه فروردین 1392 خورشیدی و پنجم آوریل 2013 میلادی برنامه صفحه آخر رو شروع می کنیم نخوص با فیسبوک صفحه آخر در برنامه جمعه 16 همه فروردین 92 خرشیدی یعنی امشب به کدام یک از گزینه های زیر با دقت بیشتری نگاه کنیم بر پایه رأی شما نگاه دقیقتر خواهیم داشت به احمد خمینی و محمدی گلپایگانی صفحه آخر هم خواهیم داشت نرین قبل از اینکه ادامه بدیم برنامه رو من خدمتون عرض کنم که ما رو آوردن استودیوی جدید استودیوی جدید خونه نورش متفاوت با استودیوی قبلی به همکارانم شنیدم که ایمیل های آمده از که شما خودتون رو برونزه کردین چهرهتون سیاهتر شده و اینها خلاصه چهره منو سیاهتر یا قهوه‌ای می‌بینین احیانا هیچ کاری من نکردم و احیانا تفاوت نور است نتیجه‌ای که شما دارین می‌بینین ادامه برنامه احمد خمینی متولد اسفند 24 در قوم تازه کتاب کشف الاسرار آیت الله خمینی منتشر شده بود که در واقع تدوین پایه های آن چیزی است که بعد شد حکومت بلایت فقیه همون سالهای 23 24 بود که منتشر شد اون نوشته های خمینی یعنی منظورم این است که آیت خمینی اون موقع به عنوان آدمی که در حوزه دنبال حکومتی غیر از حکومت شاه داشت مطرح میشد و خب سید احمد متاثر از همین فضا و نشست و برخواست پدر با همفکران و اطرافیان بزرگ میشه اما حوزه علمیه نمیره برای تحصیل دبستان و دبیرستان رو در قوم میره سال سوم دبیرستان میشه عضو تیم فوتبال قوم و مدتی هم کاپیتان این تیم دیپلم میگیره از دبیرستان حکیم نظامی قوم درست سال چهل و دو. ماجرای 15 خرداد 42 سخنرانی های اعتراضی تند علیه حکومت شاه و درگیری ها و آشوب های پیامد و نقش برجسته آقای خمینی در این میان که بیشک احمد و برادر بزرگش مصطفى رو نمیتونست تحت تاثیر قرار نده مصطفى خمینی در حوزه علمیه درس خونده بود و کارهای دفتر پدرش رو انجام میداد از همون موقع و اساسا او بود که یه جورایی نقش احمد رو در بعد از انقلاب در کنار آقای خمینی احمد داشت او اون موقع یعنی مصطفى خمینی داشت آبان 43 آقای خمینی بازداشت میشه در خونش و یک سره به تهران و بعد هم به ترکیه به تبعید بعد مصطفی رو هم میگیرن و میفرسن پیش پدرش که از اونجا میرن عراق و در نجف ساکن میشن یک سال بعد احمد هم مخفیانه از ایران خارج میشه و میره پیش خانواده‌اش در نجف یک بار دیگه هم غیر قانونی میره ما اون دفعه اول هم غیر قانونی رفته بود و برمیگرده میگیرنش میگن پاسپورت بهت میدیم قانونی برو سال 56 سومین است که میره و این بار قانونی. تو این سفر ها هم نقش پیغام رسون باباشو ایفا میکنه و هم میره لبنان با امام موسا صدر و مصطفا چمران محشور میشه چمران که میدونید بعد شد نماینده امام در شورای عالی دفاع و کشته شد احمد خمینی 22 سالشه که در نجف میشه آخوند و شاگرد پدرش در کلاس های حوزه نجف یکی دو سالی ارتباط هایی که به عنوان تنها فرزند آیت الله خمینی که خب خودش امامه گذاشته بود دیگه و داشت بیشتر با آخوندایی رفت آمد داشت که اولا روحانی بودن و ثانیا در مخالفت با شاه فعالیت میکردن مثل اندرزگو و آیت سعیدی و موسوی خوینی ها و محمد منتظری و غیره همزمان در حوزه قوم در ایران درس طلبگی میخونه تا یک سال قبل از انقلاب که دیگه علاقمندی بعضی اخشار به ویژه بازاریا با آی خمینی داشت علنی میشد میره نجف و این بار که دیگه 32 سالشه عملا میشه رابط اصلی علاقمندان با آی خمینی در ایران با پدرش در نجف همون سال سال 56 سال مرگ برادرش سید مصطفی است که بعد خانواده خمینی و اطرافیاش میگن ساواک کشتتش سید محمد دعایی که بعد از انقلاب شد سرپرست مؤسسه اطلاعات میگه در گذشت مصطفی خمینی اونجا بوده اون موقع و در خارج از بیمارستانی که حاج مصطفی رو به اونجا انتقال دادیم یک ماشین نمره تهران بود که پس از شنیدن خبر مرگ ایشان به طرف بغداد حرکت کرد الله و عالم. خب سواک میخواست با کشتش رو با تابلو با پیکان نمره تهران میره احتمالا دم خونش بعد اینطور که آی دعایی میگه میره دم بیمارستانی که بردنش پارک میکنه که تابلو بشه باره بعد از درگذشت مصطفی نقش احمد بی تردید مهمتر میشه چون تنها پسر آیت الله خمینی است که در واقع به عنوان پیشکار گزارش ده و گاه مشاور پدر کار میکنه در انتقال آقای خمینی به نفلوشاتوی پاریس و بعد به ایران همیشه همراه آقای خمینی است گاه سر در گوش او در حال گزارشدهی یا کسب تکلیف کارگزار مو به موی سیاست های پدرشه در حذف آیت شریعتمداری مداری در ماجرای اتهام زنی به قدزاده و اعدام او در حذف بنی و بعدها در حذف آیت منتظری به بعضی از اینا میپردازم اما فقط برای اینکه حرف بی باشم فقط اشاره کنم به نقش مهمه سید احمد در اعدام قطبزاده در خاطرات آیت الله منتظری آمده احمد خمینی در زندان نزد قطبزاده رفته و به او گفته شما مسلحتا این مطالب را بگویید بعد امام شما را می میکنن همچنین جریان ریختن مواد منفجره در چاه نزدیک محل سکونت امام که به قطبزاده نسبت داده بودند به کلی جعلی بوده است و منظور فقط پرونده سازی برای مرحوم شریعت مداری بوده است درباره این موضوع پیوند آنچه هایی که علیه قدزاده و علیه آیت الله شریعت مداری مطرح شد وقتی درباره قدزاده برنامه داشتیم در همین صفحه آخر مفصل گفتیم فقط خواستم نقش احمد خمینی رو در فریب دادن قدزاده در زندان برای اعتراف گرفتن از او مطالبی که احمد خمینی دیکته کرده در واقع اونایی که در اعتراف گفت بگم و میدانید که او آزاد نشد برعکس گفته سید احمد و اعدام شد. سید احمد همه جا نماینده و کارگزار آقای خمینی بود. حتی در جنگ. حاشمی رفسنجانی میگه در دوران جنگ گاهی نیمه شب صبح زود از طریق تلفن یا رفتن به آنجا با آمدن حاج احمد آقا به منزل ما چون منزل ما مجاور منزل امام بود مسائل مهمی را حل می کردیم چه من در مجلس بودم چه در وزارت کشور و چه در فرماندهی جنگ و محسن رضایی فرمانده سپاه در دوره جنگ میگه از عملیات بیت المقدس آزادی خرمشهر به این طرف ارتباط ما در امر جنگ و عملیات آنقدر با حاج احمد آقا نزدیک شده بود که کاملا در جریان مسائل جنگ قرار می گرفتند میر حسین موسوی که 8 سال نخست وزیر بود از 60 تا 68 هم میگه تقریبا در همه دیدارهاش با خمینی سید احمد خمینی هم حضور داشت و سازمانده همه امور مربوط به رهبر بود خود آقای خمینی در 21 آبان 61 نوشت این جانب در پیشگاه مقدس حق شهادت می دهم که احمد از اول انقلاب تا کنون و از پیش از انقلاب در زمانی که وارد این نه مسائل سیاسی شده است از او رفتار یا گفتاری که برخلاف مسیر انقلاب اسلامی باشد ندیدم و در تمام مراحل از انقلاب پشتیبانی نموده و کاری برخلاف نظر من انجام نمی دهد و در امور مربوطه چه و چه در اعلامیه ها یا ارشاد ها بدون مراجعه به من تصرف و دخالتی نمی کند حتی در الفاظ اعلامیه ها بدون مراجعه دخالت نمی کند و اگر در امری نظری دارد تذکر می دارد که تذکراتش نیست صادقانه و برخلاف مسیر انقلاب و مسلحت نیست و من اگر تذکراتش را نپذیرفتم تخلف از قول من نمی کند و من نیز اگر حرفش را صحیح دیدم قبول می کنم اینو من خوندم به خاطر اینکه خب شک و شپه های هست حتی نزدیک به یقین که بعضی نامه ها از احمد آقا و از خمینی نیست خب این موقعیت استثنایی تنها فرزند ذکور امام بودن به او قدرتی داده بود بیبدیل برای مثال نگاهش رو به فرمانده های ارتش ببینین تا این قدرت که میگم حالت نخوت و غرور قدرت در واقع بود دستتون بیاد این کسی که الان یه تیکه صحبتش رو از سید احمد میشنوید و سید احمد در صحبت یارو خطابش میکنه میگه اون یارو اون یارو فرمانده نیروی هوایی ارتش سرهنگ هوشنگ صدیقه که از آذر 62 تا بهمن 65 فرمانده بود سال همون مثلا سال 64 و 65 و, و, و اینا آقا به او گفتن ما الان چند تا هواپیما داریم رو شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نورید و انمون نشروع کرد از یه حرفا اول دفعه اولش هم بود اون میمت پیش آقا دست پاچم شده بود فرمانده بود فرمانده نیرو یه دفعه آقای زرجده گفت اوه اینو ببین این امامه مگه عوامه که این چیزا رو میگه خب بگو مثلا 20 تا دا دارید در اینجا عملیات جنگی و اینها به اون صورتی که شما فکر کنید که چیزهای جزئی قصه به امام نمیگفتن اما طرحهای کلی قصه و مثلا از کجا بناس حمله بشه در کجا میشه چه ساعتی بناس بشه چند ساعت طول میکشه به کجا باید برسیم چی این چیزها رو همه رو به امام میگفتن از عواست دهه شهست که آقای خمینی بیشتر و بیشتر مریض و ناتوان میشه قدرت احمد بیشتر و بیشتر میشه همه اسناد نشون میده که از دو سه نفری بوده که نقش درجه اول رو داشتن در کشتار هزاران زندانی سیاسی در پیوند با انتشار دستور آی خمینی که همون نامه معروف به موسوی اردبیلی قاضل غزات وقت بود و پرسش و پاسخ احمد خمینی و پدرش که گفته میشود که در اون نامه ها هست که الان دارید میبینید این نامه است که میفرستن به قاضی القضات و بعد نامه ها دو, دو نام نامه است در واقع که استفتایی است که احمد خمینی این که الان دارید میبینید که می نویسد که آیه موسوی اردبیلی با من تماس گرفتن و شکی شک داشتن سوال هایی داشتن و در این سوال این است که آیا حکم مربوطه یعنی اعدام کردن مربوط به کسایی هم میشه که سر موزه هستن ولی حکم زندان دارن و دارن زندانشون رو میکشن که آقای خمینی در زیرش می نویسه. یعنی همون خط در واقع در زیرش می نویسد که بله ره نباید کرد و اینها آیت الله منتظری در خاطراتش نوشته در آن زمان گفته میشد که نامه اول به خط احمد خمینی نوشته شده است و در مورد نامه دوم هم آشکارا از خط سوال کننده و پاسخ دهنده نامه یکسان است و بعد نامه که سال 68 با امضای آقای خمینی به آقای منتظری نوشته شد و سرانجام ازل منتظری رو با لحن تند اعلام کرد باز چون چرای زیادی به دنبال داشت برای مثال احمد منتظری پسر آیت الله منتظری در گفتگوی رسانه‌ای که 13 مهر 89 منتشر شد پرده ها رو کنار میزنه یه نامه 6168 که آقای خمینی نوشته بود من از اول با قانون مقامی شما منتظری یعنی مخالف بودم 100 درصد دست خط امام نیست احمد منتظری در یادآوری آنچه ها که گذشته خاطری رو میگه که در نقش تصمیم گیرنده احمد خمینی تاکید روشنتری میذاره در تاریخ 18 دو 68 اردی بهشت نامه را آیت منتظری نوشتن که من به همراه آقای دوری نجف آبادی که آن زمان مسئول دفتر بودن رفتیم که نامه را برسانیم اما گفتن که حال امام خوب نیست و امکان ملاقات نیست حاج احمد آقا نامه را گرفت ولی اجازه ملاقات نداد آقای دوری به حاج احمد آقا گفت که دیگر آیت الله منتظری قائم مقام رهبری نیست ولی این فضاحتی که روزنامه ها درست کردند کل روحانیت را رو خراب می کند حاج احمد آقا در جواب گفت ببین آقای دوری بالاخره آقای منتظری گفته که امام زنهای بچه دار رو اعدام کرده است حالا ما باید بگوییم کسی که این حرف را زده یک مشتهد جامعه و شرایط است و یا یک ضد انقلاب به گفته احمد منتظری روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین قوم از ازل آیت الله منتظری حمایت نکردند اما مجمع روحانیون مبارز بیانیه تندی دادند که الفاظ زشتی هم در آن به کار بردند نامه حسر آیت الله منتظری را آقای خاتمی امضا کرده بودند و در این باره دستور داده بودند بعد از ازل منتظری احمد خمینی رنجنامه مفصلی انتشار داد که در اون نوشته بود که او بوده که با آقای خمینی پیشنهاد کرده که آقای منتظری رو به قائم مقامی و بلی اهدی به اصطلاح برگزینه. رنجنامه رو که میخونین میبینین نکته به نکته نامه های آقای منتظری به امام و پاسخهاش بررسی شده و خود این رنجنامه نشون میده که چقدر سید احمد در ازل آیت الله منتظری نقش داشته و در نوشتن اون نامه ها چقدر دخیل بوده در پایان همون رنجنامه همون عبارات نامه هشت شهری بر 68 و آقای منتظری تکرار میشه اون نامه معروف که احمد منتظری و پدرش میگن نوشته احمد است از آنجا که امام آقای منتظری را فردی صادله میدانند و از ایشان خواستند تنها به درس و بحث بپردازند و از کارهای سیاسی اجتناب کنند در مورد درس و بحث چیزی نمی نویسم آنچه من آوردم گوشه است از توطعی عمیق علیه نظام اسلام و مسلمین و میهن اسلامی من اینا نوشته احمد منتظری در اون رنجنامه درست شبیه همون نامه ای که نسبت می به آقای خمینی که به آقای منتظری نوشته بوده. احمد منتظری میگه اساس اختلاف سید احمد با آیت الله منتظری این بود است که سید احمد اصرار داشته بگه که امام اشتباه نمیکنه و خب علیه هر کس به اشتباه امام میرسید و میگفت اونو به ویژه می استاد برای نمونه حاج احمد آقا همواره میخواست تاکید کند که امام اشتباه نمیکند به طور مثال امام گفته بود که این جنگ 20 سال هم طول بکشد ما ایستادگی میکنیم ایشان یعنی سید احمد به کسانی که میخواستن نزد امام بروند میگفتند که از جنگ صحبتی نکنید در جلسات سران سه قوه میگفتند که حرف صلح را مطرح نکنید حتی آیت الله تاری اصفهانی میخواست نزد امام برود و در باره کمبودهای جپه صحبت کند خیلی از وضع جبه ها گلایه داشت اما در ملاقات هیچ صحبتی از جپه نکرده بود چون حاج احمد آقا گفته بود که در باره مسائل جنگ به امام حرفی نزنید خب در ادامه این وضعیتی که بود در همون شرایط این جور گزارش هایی که از جنگ می رسید و خب اجازه نمیداد صد احمد که برسه به آقای خمینی یعنی چی یعنی مانع رسیدن گزارش های جنگ به رهبر میشد یعنی گزارش های بس و دروغ از جنگ به رهبر رسیده میشد و بر پایه این ناآگاهی و بی رهبر از جریان روی داده از رهبر حکم می گرفته میشد برای انجام عملی کار اون چیزی که بعد از آزادسازی خرمشهر در سال دوم جنگ اتفاق افتاد و 6 سال جنگ ویرانگر ادامه پیدا کرد فقط چون احمد خمینی رفسنجانی و و سپاهیایی مثل مهدی رضایی می‌خواستن و خمینی هم بر پایه گزارش‌های اونا به ادامه جنگ اصرار میکرد و باز وقتی به گفته رفسنجانی جنگ به مرحله رسید که باید تموم می‌شد همینا به امام گفتن که آتش بسو بپذیر همونایی که این اصرار رو می‌کردن در خاطرات رفسنجانی هست که او امامو قانع کرده که آتش بسو بپذیره ولی همین آقای رفسنجانی شش سال قبلش اصرار میکرد که باید جنگ ادامه پیدا کنه این قدر قدرتی سید احمد و رفسنجانی خامنه ای چند سالی بیشتر طول نکشید از درگذشت خمینی در 13 خرداد 68 تا درگذشت یا قتل احمد خمینی در 25 اسفند 73 بعد از مرگ خمینی خامنه ای و رفسنجانی و احمد خمینی جلسه میذارن و تصمیم میگیرند که خامنه ای رهبر بشه رادیوهای خارجی خبر رحلت رو اعلام میکنن و بعد هم رادیو خودمون اعلام میکنه با اون پیام قرائت پیامی که انجام شد بعد یک جلسه ای هست بین این سه بزرگوار آیت الله خامنه ای آیت الله هاشمی و آیه سید احمد آقای خمینی و اینجا تصمیم اساسی گرفته می شود که در وضعیتی که هست بهترین گزینه آیت الله خامنه است و روی این باید کار بشه و یه شرطی هم هست که در کارها ایشون با این دو بزرگوار مشورت کنند خب بعد جلسه ببخشید دکتر مهدی خزعلی بود در گفتگوی 3 4 سال پیش با صدای آمریکا بعد جلسه مجلس خبرگان گذشته می شود و رفسنجانی میگه که امام دو بار به من گفته بود که خامنه ای مناسب رهبر شدنه این رو احمد آقا دیروز به ما گفت تو جمع چند نفریمون گفت گفت وقتی که آقای خامنه ای کره بودند و فیلمشون با آقای کیمیلسون داشت نمایش داده میشد منظره خوبی بود اونجا من گفتم که آقای خ... خا... گفتم که من گفتم آقای خامنه ای خوب جا افتادن تو این واقعا خوب آبرویی هستن برای نظام ایشون فرمودن که واقعا ایشون شایسته رهبری هستن یعنی این جلسه سومی بود که رفسنجانی میگوید که درباره رهبر شدن آقای خامنه ای صحبت شد و روز قبل از همین جلسه مجلس خبرگان بوده است اون نشستی که آقای خزعلی بهش اشاره کرد که رفسنجانی خامنه ای و احمد خمینی با هم نشسته بودن و چنین تصمیم میگیرن خب امام که در گذشته بود تصمیم را عملا کسایی گرفتن که زنده بودن و همه کاره همون سه نفر البته با حضور خود آقای خامنه ای فردای اون جلسه خبرگان که دیدید صد احمد آقا میره پیش آقای خامنه ای و اعلام حمایت و بیعت میکنه از دیروز هم که حضرت عالی از طرف خبرگان تعیین شدید و رهبری همه ما رو به عهده گرفتید ما این واقعه برامون تسکین بسیار خوبی بوده ما سمیمانه در خدمت شما هستیم و عاشقانه خواهه حاضریم هر کاری داشته باشید انجام بدید الحمدلله دشمنان ما کور شدن و دیدن پس از چند ساعت این امریکا از رهبر پیدا کرد رهبری مثل شما و بعد صد احمد آقا میره برای سپاهی ها و بسیجی سخنرانی میکنه و فعالانه حتما طبق قولی که تو اون جلسه نفره داده بوده میخواد که رهبری آقای ای رو جا بندازه نباید کسی وارد اون حریم بشه هر رهبری رو بشکنه گناه بزرگی کرده ما تابعه رهبری هستیم ما پشت سر رهبری هستیم ما با تمام وجود از دستورات رهبری باید پیروی کنیم و می کنیم خب سال 72 همین رفسنجانی و خامنه‌ای و کل دم و دستگاه اطلاعات تحت امرشون میرن شروع میکنن در واقع به رفتن تو برنامه حذف کردن سید احمد چون اول از سید احمد دیگه کاری نبود چهار سال از رهبری خامنه ای گذشته بود و سعی کرده بودن کاملا دستش از همه جا کوتاه کنن و ثانیا خود او در مقابله با این وضعیت که انتظارش از متحدین قدیمش نداشت علیهشون حرف میزد و مینوشت سخنان احمد خمینی در جمع مدیران وزارت اطلاعات در مهر 73 وقتی رفسنجانی رئیس جمهور و سر و صدای دولت سازندگی گوش فلک و برده بسیار مهمه بخشای شما براتون میخونم بعضی خیال میکنن به بخش خصوصی بها دادن به معنای آزادی عمل سرمایه‌داران به شکلی که هر اندازه خواستن خون مظلومین را در شیشه بکنن این گونه نمیشود امام راحل از اول گفتن که روحانیت به خون سرمایه‌داران زالوصفت تشنه است و میگه باید همونطور که سال 60 و 67 هزاران نفر از هواداران مجاهدین رو تو زندان ها کشتیم سرمایدار ها هم میکشتیم صد احمد میگه اگر ما با سرمایداران همانند منافقین برخورد میکردیم اوضاع کشور به این صورت در نمی آمد یک عده سرمایدار زالو صفت به این بهانه که اقتصاد دولتی مزر است به حال خود رها شده و به جان این ملت افتادن دوره دولت سازندگی بعد از انتشار این سخنرانی بود که علی لاریجانی در خاطراتش میگه راجع به دو روز بعد از این سخنرانی یعنی پنج مهر هفتاد سه آقای هاشمی قدری گرفته به نظر میرسید احتمال میدهم به دلیل نوع موضع گیری هایی که این روزها برخی شخصیت ها و روزنامه ها درباره کارنامه دولت داشتهاند خوشحال نیست تو همون سخنرانی سید احمد یعنی سه مهر هفتاد سه سید میزنه که مستقیما قدرت امنیتیه شخص رفسنجانی رو که رئیس جمهور بود و قدر قدرت امنیتی در اون موقع هدف میگیره این جوی که الان درست کردن و مردم را از دستگاه اطلاعات میترسانند به مسلحت انقلاب و نظام نیست نباید این جو باشد چرا مطبوعات و نمایندگان مجلس بعد از موضع رئیس محترم جمهوری جرأت پیدا میکنن و حرف دلشان را بیان میکنن. همین حرفها را که قبل از سخنرانی رئیس جمهور میدانستند چرا نمیگفتند همین وزارت اطلاعات رفسنجانی و معتلفه و دوسه آیت اللهی که پابوس همین ولی فقیهند سید احمد رو به نیست میکنن همونطور که اماددین باقی از قول سید حسن خمینی پسر سید احمد و از قول حجت الاسلام نیازی دادستان نظامی دستگاه قضایی نوشت و همونطور که سعید امامی در برگه های بازجویش نوشت ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات ما سعید امامی دارم میخونم ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات میرساندیم و بعد هم منتظر دستور می ماندیم مثلا وقتی با خبر شدیم که حاج احمد آقا در جلسات خصوصی به مسئولان نظام و حتی به ولایت امر اهانت کند آن را ارجاع دادیم و بلافاصله دستور آمد که همه رفت و آمدهای ایشان را زیر نظر بگیرید و از مکالمات و ملاقات ایشان نوار تهیه کنید ما هم به مدت یک سال همین کار را کردیم متاسفانه حاج احمد آقا به راه یک طرفه بدی وارد شده بود که برگشت نداشت وقتی دستور حذف حاج آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به فرو رفتم دو روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت الله مصباح رفتیم آقایان محسنی اجرایی و بادامچیان هم بودند البته بعدا حاج و خوشوقت هم از بیت آمدند آنجا و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت میکنند رحم کرد کیا تو اون جلسه بودن؟ بادامچیان معتلفه محسنی اجی مدرسه حقانی و شاگرد مصباح یزدی آیت الله مصباح یزدی که میگه مردم هیچ حقی ندارن و فقط حق با ولی فقیه و میفته رو پای ولی فقیه زمان تا پاشو ببوسه نگاه کنین از نزدیک ترین ها به خامنه ای مثل آیت الله خوشوقت آیت اللهی که در جلسه ختمش همه مسئولان و عوامل نظام بنیادگرا و اصلاح طلب بودن و خود رهبر وقتی مرد بر پیکرش نماز خوند و علی فلاحیان وزیر اطلاعات رفسنجانی اینا رأی میدن که احمد خمینی از بین بره طبق گفته سعید امامی احمد خمینی غیر از اینکه پسر بنیانگذار جمهوری اسلامی بود قرار بود در طی ده سال از درگذشت پدرش یعنی از سال 68 درس و حوزه بخونه تا مرحله اجتهاد و اعلم شدن و خبرگان بهش رأی بده تا رهبر بلا منازع نظام بشه خب قدرتش از رهبر فعلی به ویژه به دلیل نسبت به پدری و فرزندی با خمینی و حضور نزدیک همیشهش در همه جا با امام در گذشته میتونست خب باعث بشه که قدرتش خیلی بیشتر باشه از اون که آقای ای هست الان قاعدتا به هر حال حذف همچین آدمی نمیتونه فقط تو همون جلسه تصمیم گرفته بشه و ابلاغ بشه نمیشه آدم های اصلی نظام یعنی مشخصا به در اون موقع آقای خامنه ای و آقای رفسنجانی در جریان نبوده باشن و اصلا تصمیم تصمیم این دوتا نبوده باشه چون سابقه شو داریم همونطور که و همین دوتا به اضافه سید احمد خمینی تصمیم میگیرن به رهبر شدن خامنه ای باید از این مسلس یکی که خطر حذف دوتای دیگر رو داره بعدا اگر قدر قدرت بشه حذف میشد. یه نکته در این جنگ قدرت بگم هم کسایی که در حزب آیت الله منتظری نقش مهمی داشتن و هم فکر و هم پیمان احمد خمینی بودن امروز از اصلاح طلبانن و هم کسایی که هم امروز در پیوند با خانواده خمینی مشخصا سید حسن خمینی فعالیت میکنن اصلاح طلبان میخوام بگم وقتی مرور میکنیم این حوادث رو میبینیم که فکر و عمل اصلاح طلبان نظام در واقع ادامه فکر و عمل سید احمد خمینی و اصولا اون است که به خط امام معروفه و خب قدرت مطلقه آقای خامنه ای امروز به این جریان و به خاندان خمینی امکان و فضای حتی سخنرانی هم نمیده برای مثال سید حسن خمینی پسر سید احمد میخواد در 21 سال گشته در گذشت آیت الله خمینی سخنرانی کنه میبینید که دوستان هم مانع میشن و هر حال تا بوده چون این بوده هنوز 20 سال از رهلت امام نگذشته خانه نداره